حالا چیزایی که تا اینجا دیدیم از ادواتی که تا حالا این تا اینجا درس دیدیم اتصال جانشن پی ان بود که دیدیم این به این مفهوم یک دیود می‌سازه، پیوند دیودی داره، و بعد دیدیم اتصال فلز به نیمه هادی، حالا فرض کنید این ان تایپ، بسته به اینکه ورک فانکشن فلز کوچکتر یا بزرگتر از ورک فانکشن نیمه هادی باشه میتونه پیوند اوهمی بسازه، یعنی آی ویش میتونه آی به عرصه ویش به شکل نزدیک به این باشه، یا اینکه دیود باشه. حالا به این دیود اینجوری بهش میگم شاتکی دیود، با اون مشخص شه اتصال فلز به نیمه هادیه، یا که پیوند اوهمی میسازه. شاتکی هم با شاکلی دو نفره. این شاتکی آلمانی قبل از شاکلی هم بوده بودن، آخرای قرن 19 هم اون یکی شاکلی وسطای قرن 20 هم بود، حالا اختراع ترانزیستور و بقیه چیزش. این روابط دریفت دیفیژنی که برای دیود معمولی می‌نویسیم و حالا شاکلی به این شکل کشیده، بخاطر همین بعضی وقتا به این روابط ولتاژ جریان دیود هم میگن روابط شاکلی. بعد این پیوند فلز نیمه هادی که دیود میشه شاتکی اولین بار حداقل قوانین میشه. آره دیگه شاکلی باردین برتن که مخترع بی جی تی ترانزیستور هم که نوبل هم گرفتن. چی؟ بعد شاتکی، ولی دارم میگم شاتکی تاریخی قدیمی تره، 50-60 سال از اینا بزرگتره. به هر حال میدونستن اتصال فلز به یک جامد توی یک شرایطی دیود میسازه، خیلی یعنی شاید که دیود قبل، آره قبلتر از حتی اختراع کوانتوم مکانیک میدونستن اینجوری. حالا یه چیزی که ما بچه تر بودیم، دیود و لزومن دیود نیمه هادی تنها شکلی که دیود میشه ساخت با این قوانین این شکلی نیست. شما مکانیکی میتونید یه دیود بسازید، یعنی یه سوزن نوکتیز بردارین اینو بزنین روی سن، مکانیکی از این ور جریان راحت رد میشه، از این ور جریان به سختی رد میشه، سخت‌تر رد میشه. بعد اینجوری میتونید یه رکتیفایر بسازید. یه راه ساختن رادیو ای ام تو کتابای قدیمی زمان ما اینو میساختیم، یعنی شما یه زغال اگه بردارین روش یه سوزن بذارین، بعد یه گوشی وصل کنین، یه گوشی این چون پاور چندانی نمیده بلنگو نمیتونین وصل کنین، اگه به گوشی وصل کنین صدای رادیو ای ام میاد. حالا یه جوری باید تیونش کنیم این مدار تو فرکانس‌های مختلف. شما بدون هیچ دیوایس اکتیوی میتونین رادیو ایم رو گوش بدین. تنها نکته چیه که یه دیود داشته باشین این پیک چیزو دیتکت کنه، یعنی ایم رو بتونین، یه رکتیفایر و یک خازن میتونین ایم دیتکتور بسازین. حالا رکتیفایرشو با یک سوزن میسازین، خازن هم که حالا خازن، یعنی اینجوری میتونین رادیو ایم گوش کنین. توی این مجله های مثلا 30-40 سال پیش اگه نگاه کنین نوشته چجوری رادیو گوشی بهش میگه، رادیو گوشی درست کن. تیون شدن میخواد، دارم میگم دیگه، شما یه این خودش برای که این پیکو نگه داره یه خازن میخواد، حالا یه سلف هم میذارین که یا خازن متغیر بزنین که اینو بتونین تیون کنین که پیچو فرق. چی؟ دستی نه، ولی چرا اونم دستی میتونیم بسازیم، کاری نداره، چندان کار سختی نیست. از این گوشی هایی که قبلا هم بود، گوشی هدفون موبایلتون. خیلی حالا اتصال اینو دیدیم که طبیعتا میتونه یا دیود بشه، شاتکی دیود بشه، یا پیوند اوهمی بشه. این برای متال به یک نیمه هادی ان تایپ، وقتی
دیود میشد که شبیه نقاشی که اینجا کشتم فی ام از فی اس بزرگتر بود یا ورک فانکشن متالم از ورک فانکشن نیمه عادی بزرگتر بود و اگر فی ام کوچکتر از فی اس می بود سد راه جلوی حامل ها نبود و حامل ها حرکت میکنن. تمام این حرفایی که زدیم برای اتصال فلز به ان تایپ بود. حالا یه هوم ورک هست فلز به پی تایپ هم رس کنیم. اون وقت سد پتانسیلی که سر راه حفره هست وقت مهم میشه. چون حامل های اکثریت اون وقت اونا هستن. نمید چیزایی که دیدیم سد راه سر الکترون های این ور یکم با الکترون های اون ور فرق داره به اندازه اختلاف ای سی و ای اف. ولی باز فیزیک مسئله رو دیدیم. عرض نایه تخلیه تابع ولتاژی است که اعمال میشه و همه نایه تخلیه تو نایه ان تایپ. دوباره شبیه همون چیزی که برای پی ان جانکشن گفتیم اینجا میتونم خازن جانکشن تعریف کنم. خازن دیپلشن مثلا تو نایه معکوس و این خازن دیپلشن دوباره یه همچین تابعیتی داره. میتونم بگم اپسیلون برابر سطح مقطع تقسیم به دبلیو خود دبلیو با رادیکال ولتاژ نسبت داره و به این ترتیب برای شاتکی دیود هم میتونم بگم این شبیه خازن جانکشن دقیقا یک پی پلاس پلاس ال میشه دیگه چون همه اینا رو تخلیه رفته تو داره. البته وی آیش با اون فرق داره ولی با فرض اینکه وی آی رو یا ولتاژ بیلتین رو درست حساب کنین اون تابعیت دبلیو از بقیه چیزا با اون فرق نداره. و حالا یه توجیه کردیم که واقعا سد پتانسیلی که حامل ها میبینن به علت این اثر تصویری که داریم یکم کمتر از اون چیزیست که اینجا نوشتیم و معادلات جریان ولتاژ رو نوشتیم. به این الکترون هایی که از روی سد پتانسیل رد میشن و جریان درست میکنن بهشون میگیم ترمویونیک. توی دیود معمولی هم در واقع جریان ترمویونیک. این تنها مکانیزم ایجاد جریان نیست. اگه عرض نایه تخلیه خیلی باریک بشه الکترون ها میتونن بدون که از سد پتانسیل رد بشن با فیلد امیشن در واقع جریان ایجاد بشه و به این ترتیب اتصال فلز به یک نیمه هادی که خیلی دوب شده تقریبا تو هر دو جهت هدایت رو ممکن میکنه چه بایاس مثبت چه بایاس منفی و به این ترتیب یه پیوند اوهمی میتونیم بسازیم و اینو میگم باز زیاد میبینین جایی که کانتکت فلز برقرار میشه که تو همه به هر حال هر مدار مجتمعی که ساخته بشه نهایتا چون پایه های بیرونیش فلزن یه جوری فلز باید به نیمه هادی وصل بشه برای تمام نودای مداره. خیلی حالا اولین مدار چند تا حالا مداری که داشتیم دو سر بودن و حالا یا شبیه مقاومت رفتار میکردن یا شبیه دیود ولی تو این جلسه دو تا ترانزیستور فیلد افکت میبینیم. با این مفهوم فیلد افکت آشنا بشین بعدن حدوداً از الان تا آخر درس وقت داریم که ماسفت ببینیم. یعنی زمان زیادی یکی از این فت ها رو با دقت زیادی میبینیم ولی من سعی میکنم این دوتا فت و جی فت و مس فت رو خیلی سریع با همین چیزی که از فیزیک یک اتصال فلز به نیمه هادی یا نیمه هادی به نیمه هادی میدونیم توجیه کنیم و بیشتر از این که سعی دارم حالا جی فت بگم سعی دارم مفهوم فیلد افکت ترانزیستور رو اینجا ببینین که بعد توی ماسفت یکم آمادگی اینکه فیلد افکت ترانزیستور چجور کار میکنه رو دیده باشین. من تو همون توضیح اولیه که جلسه اول دادم برای که توضیح کنم که این مفهوم فیلد افکت ترانزیستور خیلی مفهوم قابل لمستر و قابل درکتره تا مفهومی که بعداً برای بایپولار جانکشن ترانزیستور بی جی تی میبینیم. به صورت تاریخی هم اولین پتنت ها یا اولین ایده هایی که برای ساخت ترانزیستور بوده برای ساخت یه ترانزیستوری با مکانیزم فیلد افکت ترانزیستور بوده برخلاف بایپولار جانکشن. حالا اگر
بنا به دلایلی مداریش اولین ترانزیستوری که دیدین بی جی تی بوده و به لحاظ تاریخی هم اولین ترانزیستوری که ساخته شده بی جی تی بوده، ولی شاید بدیهی ترین یا ساده ترین مکانیزمی که برای ترانزیستور میشه تصور کرد همین مکانیزم فیلد افکت. باز برای تقریب ذهن این مثال زدم که شما فرض کنین خونه های قدیمی که حیات داشت و مثلا یه شیلنگ آب داشتین و حیات باغچه‌تون آب میدادین، مثلا سر شیلنگ اون سر حیاته، شما اگه بخواین جریان آب رو کنترل کنین یک راش این بود که پاتون رو بذارین رو شیلنگ و تا این پای شماست و فشار بدین و فلو آب رو تنظیم کنین. حالا دقیقاً همون اسمایی که اونجا استفاده میشه اینجا هم استفاده میشه. فرض کنین به این ور بگیم سورس، به اون ور بگیم اونجا که آب میریزه بگیم درین، و این میدان عمودی که من اعمال میکنم جریان افقی آب رو کنترل میکنه. این مکانیزم ساده فیلد افکت ترانزیستوره. من یک میدان عمودی با یک میدان عمودی بتونم یک جریان افقی رو بین سورس و درین کنترل کنم. ما قرار همین چیزی که اینجا برای حرکت آب میتونیم به این سادگی یک ترانزیستور بسازیم، الان برای حرکت الکترون‌ها من با همین مکانیزم من می‌خوام جریان حرکت الکترون‌ها بین سورس و درین رو با یک میدان عمودی کنترل کنم. حالا اول ادعا می‌کنم چرا این نقاشی که می‌کشم این کار می‌کنه. این فرض کنید این شلنگ آبمه که از این ور از سمت سورس به سمت درین قرار آب جریان داشته باشه. من دو تا ناحیه پی تایپ پیه که خیلی دوب شده و بالا پایین میذارم و به اینا میگم گیت، هم شبیه همین پای من عمل میکنه گیت من، و ادعا میکنم که با تنظیم ولتاژ گیت میتونم جریانی که بین سورس و درین میره رو کنترل کنم. حالا برای که بتونیم این نه ماسفت چهار ترمیناله، ولی این نه اینجا سورس، اینجا درین، این دوتا هم به هم وصله. حالا اینجا به هم یک میشد یک فتی که دوتا گیت داره، ولی به کار من نمیاد. ماسفت رو بعدا میبینیم، ماسفت واقعا فور ترمینال داره، یعنی حالا تو درس هم دیدین سورس و درین و گیت رو یه ته هم داره، بدن هم داره، بالک داره. ولی اینجا بالکش چون مستقیم وصله به سورس و درین، ولتاژ اگه این بگم بالک، ولتاژ بالک رو به حال تعیین، همون کانال و بالک هم در واقع یک چیزه. اینجا با این نقاشی کشیدم، میتونستم نقاشی رو جور دیگه بکشم چهار سره بشه، میتونستم گیت هم فقط بالا بذارم و وقتی این پایین هم یه سری برای بالک تعریف کنم، ولی با این نقاشی که الان کشیدم نه، دقیقاً سه سر داره. حالا برای که بتونیم تحلیلش کنیم یه هندسه هم تصور میکنم. حالا فرض میکنم این عرضش W، طولش L و فاصله این لبه جانکشن تا این لبه جانکشن، حالا ضخامت اینا هم خیلی کم میگیرم، فرض کنم مثلا 2A. فعلا اینکه اسم گذاریش چرا اینجوریه مثلا مهم نیست. و پایه ها رو هم اینجوری تعریف میکنم، این سرای بالا پایین به هم وصله، میگم گیت، این دو سرم سورس و درین. من خیلی اول کیفی دوباره اینو تحلیل میکنم خیلی ساده، بعد میریم کم میشم میبینیم هیچ تفاوتی با کیفیش نمیکنه. این جریانی که اینجا جریان آب مثلا به خیلی پارامترها بستگی داره، این جریان الکترونی که از اینجا به اینجا رد میشه به احتمالا اختلاف ولتاژ این ربط داره و مقاومت این بدن هم که اینجا میبینید، مقاومت این چیزی که اینجا کشیدم، باز اگر مثلا دوپینگ ماده این تایپ همو بدونم، من از روی کاندکتیویتی الکترون ها میتونم رزیستیویتی رو برای نیمه هادی حساب کنم. یک روی کاندکتیویتی، کاندکتیویتی هم فقط به دوپینگ ربط داره، مثلا کیو برابر موبیلیتی ضرب در تعداد دوپندایی که اضافه کردم. بعد بقیهش که دیگه به هندسه ربط داره، هم قانون اوهم ساده است به ال، آره ثابت شد به ال یک تقسیم به مساحت، و مساحت هم حالا میگم چرا ننوشتم اکس، دقیقاً نوشتم اکس ننوشتم 2a، ولی تو این حالتی که اگر اینجوری باشه و فعلا هیچ فرضی انجام ندیم به هندسه ربط داره.
سطح مقطع دقیقا دیدیم که باز اگه یه اتصال پی ان داشته باشیم یه نایه تخلیه‌ای طرفی که دو به کمتر هست هست، یعنی اینجا چون هیچ حامل الکترونی که حامل هدایت هست توش وجود نداره، در واقع سطح مقطع موثر هم این دوئه که ازش نایه تخلیه ها چیه؟ کم شده. حالا فرض کنید این اکس اینجا باشم از دوئه یکم کمتره، به اندازه همین نایه تخلیه ها کمتره. حالا آره فرض کنید، حالا الان نقاشی میکشم ببینیم. چون مقاومتی که بیشتر از ال شما نمی‌بینید. بیشتر از ال. حالا این تیکا رو مثلا فقط برای اینکه نقاشیم خوشگل شه کشیدم. عرض کنید ال با این برابره. هیچ چیزی نداره. مقاومت اونجا کمی کردن صرف نظر کنیم. نه نه اصلا این طوله صفر. صفره. من برای اینکه بتونم نقاشی بکشم. چون اول یه بالک گذاشتم بعد اگه میگفتم سر بالا پایینش، فرض کن این پی تایپ تا کنارها اومده، خیلی مهم. تو پی پلاس نمیره، میاد تو ان پل. نایه تخلیه همش میاد اونجایی که دوپینگ کمتره. باطم یه نایه تخلیه اینجا دارم، حالا نقاشیش میکشم. یه نایه تخلیه اینجا دارم که در واقع از عرض موثر کانالم کم میکنه. آره فعلا برای هیچ ولتاژی من آره حالا بذار میکشیم. خیلی خب فعلا فرض کنید که هیچ ولتاژی به گیت اعمال نکردم و ولتاژی که به سورس درین اعمال میکنم عدد خیلی خیلی کوچیکیه، به این معنی که ولتاژ این دیودهای پی انی که در فواصل مختلف دارم، ولتاژی که افتاده دو سرش همش ولتاژ بیلتینه. اینجا صفره، اینجا نزدیک صفره، اینجا دقیقا صفره و به این ترتیب یه نایه تخلیه این شکلی دوره تشکیل میشه. و اگر ولتاژ درین خیلی کوچیک بگیرم، ولتاژ گیت هم صفر بگیرم، برای یه نایه تخلیه اینجا تشکیل شده به این شکل. در واقع حالا عرض موثر کانالم یا اکسی که میگم میشه این فاصله. و من چون مقاومت کانالو دارم، در واقع اگر شیب تغییرات جریان بر حسب شیب تغییرات ولتاژ رو دارم، یعنی یه ویدی کوچکی اگه اضافه کنم بهم یه خطی میده که حالا مثلا شیبش رو دارم، شیبش از روی مقاومت کانال داده. حالا فرض کنیم به ازای همین ولتاژ گیت صفر من ولتاژ درین رو اندکی بزرگتر کنم. اینجا به ازای ولتاژ درین صفر بود، اگه ولتاژ درین بزرگتر بشه روی این دیودی که اینجا هست ولتاژ بزرگتری میفته، فوروارد بایاس میشه یا ریورس بایاس؟ کجا هست؟ دیودی که اینجا هست ریورس میشه دیگه. من این سرش صفره، این سرش رو بردم بالا. این ولتاژی که هنوز تو بایاس صفره، این دیودی که اینور هست، دیودایی که اینور هستن ریورس بایاس میشن. چون ریورس بایاس میشن عرض نایه تخلیه چی میشه؟ بزرگ میشه. عرض نایه تخلیه که بزرگ میشه مثلا شکل کانالم این شکلی میشه. حالا مقاومت کانالم زیاد شد یا کم شد؟ مقاومتش زیاد شد، کانداکتیویتیش کم شد، یا شیب جریان به حسب ولتاژ کم شد. دوباره اگه ولتاژ درین رو اندکی بیشتر کنم چی میشه؟ مقاومت بیشتر میشه، چون این در واقع جمع این تا مقاومت سری با همه تعداد چه اگه ثابت بگیرم اون تهی‌ها بزرگتر شدن، جمعشون بزرگتر شد و مقاومت کل کانال بیشتر شد، یا مقاومت کل کانال باشید کانداکتیویتی کم شد. این اول رو میتونم اینقدر ادامه بدم تا اینکه چی بشه؟ نایه تخلیه ها تقریبا برسن به هم. این کار رو میتونم بکنم تو این لحظه که بهش میگم لحظه پینچ آف، دو تا نایه تخلیه به هم میرسن. اتفاقی که میفته اینه که عملا یه جای اینجا هست که مقاومت چی میشه؟ خیلی کوچیکه، ببخشید خیلی بزرگه، و جمعی مقاومت بزرگ با این مقاومت‌های دیگه همیشه یک مقاومت خیلی بزرگ بهم میده. یا بعد دیگه مقاومت سیگنال کوچیک مسیرم بی‌نهایت شد، یا کانداکتیویتیم صفر شد. از این به بعد با افزایش ولتاژ درین سورس همه ولتاژی که اضافه می‌کنم، فرض کنید مثلا در لحظه 4 ولت پینچ آف اتفاق افتاد،
دقیقاً اینجا 4 ولت که بود اینا به هم رسیدن. من اگه بکنم 5 ولت شکل این سبزه‌ای که اینجا کشیدم عوض نمیشه. اینجا 4 ولته ولی این لبش میشه 5 ولت. اگه بکنم 6 ولت این باز نقاشی این عوض نمیشه. این میشه 6 7 8 9. اینجوری بگم. چی؟ به خاطر که من یه شکل اینجوری داشتم و ولتاژ اینجا 4 ولته، ولتاژ اینجا 0 ولته، یک جریان درست میشه. از اینجا تا اینجا به علت مکانیزم دریفت دیفیوژن الکترون‌ها دارن میان. ولی اینکه الکترون‌ها از اینجا تا اینجا به چه دلیل میرن، دقیقاً حرکت بالستیک میکنن. چون یه سرعت اولیه‌ای دارن، سرعت اولیه‌شون این عرض اینجا خیلی کمه، هیچ برخوردی با شبکه کریستالی انجام نمیدن و میرن اونور. مثال مکانیکیش اگه بخوام بزنم، از اینجا تا اینجا همین با همین آب اگه بخوام مثال بزنم، فرض کنید یه رودخونه است که توی سطح شیبداری داره میاد، به دلیل شیب مثلا مسیر و اینا تعیین میکنه که فلو آب چقدر. دقیقاً اینجا که فلو آب چقدره مقاومت داره تعیین میکنه. ولی فرض کنید این برسه به یک آبشار. اگه برسه به آبشار، تعداد قطره‌های آبی که اینجا ترک میکنن و تعداد قطره‌های آبی که میرسن ته آبشار برابر. دقیقاً هم اینجا هر چقدر یه افت ولتاژ زیادی در یک فاصله خیلی کمی افتاد. یعنی بخوام بگم دقیقاً یه افت ولتاژ زیادی توی یک فاصله خیلی کم افتاد. یعنی هر چقدر ولتاژ اینجا اضافه کنم، من ارتفاع آبشارم رو عوض میکنم. عوض کردن ارتفاع آبشار هیچ ربطی به فلو آب نداره، چون فلو آب و شیب رودخونه داره تعیین میکنه. نه دیگه ال کم نمیشه. من این نقاشی همیشه ثابت میمونه. فقط همین که دارم میگم از این به بعد من اگر ولتاژ اضافه کنم، این صد ارتفاع صد نما دارم عوض میکنم. چندان توی این هندسه این اختلاف پتانسیل اینجوری، اگر یه مقاومت بی‌نهایت داشته باشم، اختلاف پتانسیل بی‌نهایت هم میتونه دو سرش بیفته توی یک جریان محدود. خب این شکل اینو عوض نمیکنه. چی؟ نه چندان. بعدش دیگه این تقریبا همین شکلی میمونه. هر چقدر زیاد کنم، من هم دارم توجیه دارم میکنم، نایه تخلیه این ور هی داره زیاد میشه. اصلا اینو فرض کنید تا این لبه کشیده بودم، من هر چقدر ولتاژ اضافه کنم دقیقاً این دو سر میفته و شکل اینه که داره مقاومت کامل رو تعیین میکنه. اون عوض نمیشه. چی؟ حالا فعلا داریم. آره اگر بخوایم آره برای که با همین توجیهی که دارم میکنم، یک ناحیه است که از الکترون حفره خالی شده. چون ناحیه هست از الکترون حفره خالی شده، مقاومتش چیه؟ بی‌نهایت. میتونه دو سرش ولتاژ خیلی بزرگی بیفته تو یک جریان محدود. من جریان محدود ولتاژ خیلی بزرگی افتاده دو سرش و هیچ چیزی رو نبض نکرد. برای که توی این نقاشی اینجا هم اگر مثلا نسبت V به I رو بگیری صفر نشد. همین دیگه، یعنی این مفهومی که دارم اینجا میگم، چون این مقاومت خودش تابع ولتاژ بود، هر تیکه اومد مقاومت سیگنال کوچیک رو در واقع حساب کرد. اینجا یه مقاومت حساب کرد، اینجا یه مقاومت. خیلی خوب، این سوالی نیست. خیلی خوب، حالا این به ازای ولتاژ گیت صفر بود. اگر از یک ولتاژ گیتی شروع می‌کردم که چی بود؟ منفی تر بود. ولتاژ گیت مثبت نمی‌ذارم، برای که قرار بر اینه که جریان از گیت چندان نگذره. یعنی یه ولتاژی می‌گم که این دیود اینجا مستقل از اینکه ولتاژ درین سورس چیه، ریورس بایاس باشه، جریان فقط اشباه معکوس ازش بگذره. اگر یه ولتاژ گیت منفی می‌دادم، مثلا منفی 2 ولت می‌دادم، نایه تخلیه که اول از شروع می‌کردم قطرش چی بود؟ بیشتر بود. این دفعه تو همون لحظه اول مقاومت سیگنال کوچیک چی بود؟ بزرگتر بود یا کانداکتیویتی سیگنال کوچیک کمتر بود؟ از یه خط با شیب کمتر شروع می‌کردم. و بعد اون نقطه‌ای که ولتاژ درین می‌زدم و اینا به هم می‌رسیدن، توی ولتاژ کمتری اتفاق می‌افتاد. به هر حال جای بنزه همون 2 ولتی که اضافه کرده بودم 2 ولت کمتر بود. مثلا اگه تو 4 ولت بود، این تو 2 ولت اتفاق می‌افتاد پینچا. خب اینا همش بدیهیه، دوباره همین مسئله تکرار میشه. حالا همین اگه بخوایم همی که کم میگفتم، اگه بخوایم کیفی بنویسیم روابطو، من میدونم که عرض نایه تخلیه بیشترش توی
نایه با دوپینگ کمتره به ازای ویه گیت صفر از نایه تخلیه اینجوری. این هم باز روابط رو لازم نیست حفظ باشین. دو بار از یه توضیح بار یک نواخ انتگرال بگیرین یه همچین چیزی بهتون میده. این به ازای ولتاژ گیت صفر اگه ولتاژی اعمال کنم به اینجا چی میشه؟ به اندازه همون ولتاژ گیت اعمالی عرض نایه تخلیه بزرگ میشه. و فی صفر هم حالا میدونم که اینجوری معمولا استفاده نمی کنم و اینو استفاده میکنم اگر خیلی دوب شده باشه، حواستون باشه. به هر حال یا تو رژیمی هستم که هر دو نیمه هادیم نان دیجنریت هن، یا اگر اون پی دیجنریت شده بود به هر حال فی صفر رو میدونم و یه عددی زیره ای مثلا یک ولت. و عرض نایه تخلیه بعد از اعمال ولتاژ اینجوری تابع این ولتاژ معکوسی هست که به گیت اعمال میشه. باز میگم چون قرار هست جریان گیت جریانی از گیت نگذره و جریان فقط بین سورس و درین باشه، در واقع شیلنگمون نمیخوایم سوراخ باشه به بعد، و اینجوری عرض نایه تخلیه به دست میاد. چی؟ این خیلی فرق نداره. دارم میگم اگه خیلی دوپینگ زیاد باشه ممکنه این از مثلا یه گپ سیلیکان هم بیشتر شه، میشه بشه. ولی به هر حال بیلتین خیلی خوب. بعد میدونم که مقاومت سیگنال کوچیک رو داشتم، رو ال اوم یا کاندکتیویتی سیگما ای ال اوم. از اینجا دلتا آی به دلتا وی میشه کاندکتیویتی، اینجوری نسبت داره. خود زیگمای این تیکه سبزی که اینجا کشیدم اینجوریه، کیو ضرب در موبیلیتی ضرب در تعداد الکترون‌هاست. سطح مقطع این ناحیه سبزم یه عرض دبلیو داره که عمود بر تخت است و یه عرض دو ای دو در ای منهای ایکس داره. اشتباه کشیدم، نه ایکس دپلشن دو تا که درست نه، یعنی خود اکس دارم، یه اکس دپلشن اینجا دارم که کم رنگ رفته زیر، یه اکس دپلشن هم اینجا دارم، شده دو ای من های دو اکس دپلشن و به طول علم هست. این میشه مقاومت، هم کافی رابطه اینو بذارم اینجا و همش بر حسب یه پارامتر وی میشه. از دو طرف انتگرال بگیرم رابطه جریان بر حسب ولتاژ به دست. و میدونم که پینچ آف لحظه اتفاق میفته که در واقع اکس صفر بشه یا اکس دپلشن با ای برابر بشه، ولتاژ پینچ آف اینجوری رب پیدا میکنه به دوپینگ بالک بدنه. چی؟ کجا برابر بشه؟ چی؟ این اکس دپلشن باید توی اکس های جلو، این لحظه پینچ آفه. این پینچ آف میتونه با اضافه شدن ولتاژ گیت پینچ آف اتفاق بیفته، میشه با اضافه شدن ولتاژ درین، ولی به هر حال جایی که پینچ آف میشه اینه. این میتونه با ولتاژ گیت اتفاق بیفته، میتونه با ولتاژ درین. حالا من کلا به این میگم ولتاژ، اگر دو سر این اینقدر ولتاژ بیفته این میشه. حالا این دو سر میتونه به علت گیت باشه یا به علت ولتاژ درین. فعلا به ازای ویدی کوچک نوشتم روابطو که نقاشیم یه مکعب مستطیل داشته باشه. اگر فعلا این مقاومت هم مکعب مستطیل، اگر وی دی غیر صفر بود بعد برای لوزی مینوشتم، حالا مینویسم، ولی فعلا مفهومی که هست اینه که من اینجوری توی یک لحظه ای که دو سر این پی ان جانکشن هم ولتاژی به اندازه وی پی بیفته کانال بسته میشه یا عرض کانال هم صفر میشه. حالا اگر به ازای یک وی دی بزرگتر از صفر مثلا رو بخوایم بنویسیم، حالا شکلم یه زوزنقه میشه این شکلی و بعد یه مش المانای دیفرانسیلی بگیرم، مقاومت هر کدوم حساب کنم و جمع کنم. و تو هر کدوم از اینا دوباره مقاومت رو تو اسلاید قبلی نوشیم. این دفعه یک سری مقاومت‌های کوچکی داریم که چون حالا ولتاژ اینجا با ولتاژ اینجا برابر نیست، عرض نایه تخلیه اینجا با عرض نایه تخلیه اینجا برابر نیست، یا به عبارت دیگه قطر کانال اینجا با قطر کانال اینجا برابر نیست. حالا قطر کانال تابع مکان، تابع وای، و باندری کاندیشن مثلا اینجوری فرض میکنم که ولتاژ کانال اینجا
با ولتاژ سورس برابره. هست. ولتاژ کانال اینجا با ولتاژ درین برابره. فعلا هنوز قبل از پینچ آف کشیدم. بعد که پینچ آف میشه میدونم که دیگه برقرار نیست. یعنی فعلا قبل از اینکه پینچ آف بشه. این باندری کاندیشن هم معادل دیفرانسیل حاکم هم برایش سایت قبلی نوشتم که چجوری مقاومت سیگنال کوچیک هر کدوم از این المان‌های اینجوری که کشیدم به کاندکتیویتی ربط داره، رزیستیویتی رو ال طولش رو دیوای گرفتم تقسیم به مساحت. دیوای چجوریه؟ چی؟ وی بر اساس وای نمیدونم. حالا میذارم تو معادله بدرسم. ولی فقط میدونم که یه طرف باید بشه صفر، یه طرف باید باندری کاندیشن میده. حالا نه. نه. وی بر اساس وای خطی هم نیست. میبینیم چجوری عوض میشه. به هر حال حالا میبینیم. فقط تنها چیزی که میدونم از تمام این سگمنت های مختلف یک جریان ثابت رد میشه. و این دی آر رو اگه ضرب در این جریان ثابت بکنم دی وی به دست میاد. از این دی وی از اینجا تا اینجا انتگرال بگیرم باید بشه ولتاژ درین. چی؟ تابع چی نبود؟ برای که ولتاژ درین و اینجا ولتاژ درین رو صفر فرض کردم نقاشیم اینجوری بود. فقط تابع ولتاژ گیت اینجا. یعنی اکسیدپلیشن فقط تابع ولتاژ گیت. اگه ولتاژ درینی بذارم اینجا این ولتاژ درینی اگه ولتاژ درینی بذارم حالا این شیپ دار میشه. یعنی از نهایه تخلیه تابع وای میشه. اون آیدی که الان جمع نوشتیم تو اسلاید نبود دی آر مساویه آیدی اینجا چیه اولا؟ اینجا چون برای کل سگمنت همه اینو گرفتم یک مقاومت سیگنال کوچیک لحظه اول نوشتم که همین چون این دی وی صفره دی آی هم صفره ولی شیب لحظه اول رو کشید. توی نمایش اینجا من این شیب لحظه اول اینو نوشتم کردم. فعلا جریان هم صفره در واقع ولی شیبش غیر صفر. ولی به ازای یک وی دی غیر صفر حالا جریان دارم. جریان غیر صفری دارم مثلا یه جای اینجا های منحنی هست. و حالا دارم میخوام مقاومت کل کانال رو حساب کنم و مقاومت کل کانال از جمع این مقاومت ها به دست میارم. هر کدوم از اون مقاومت ها این شکلی هن. اگه جایگذاری کنم در واقع اختلاف ولتاژ دو سر هر کدوم از این سگمنت هایی که اینجوری گرفتم این دی آرش ضرب در جریانی هست که ازش میگذره. خیلی خوب. خود اکس دپلشن تابع وای در واقع تابع ولتاژ هر نقطه از کاناله. ولتاژ هر نقطه از کانال هم اینجوری به این ربط داره. کافیه این طرف این وسطه این کنم یه طرف معادله فقط تابع ولتاژ میشه یه طرف فقط تابع مکان میشه. خیلی. اگر اینو تو این ضرب کنم و اینو تو این ضرب کنم ببرم اون طرف معادله هم فقط تابع مکانه، این طرف معادله هم فقط تابع ولتاژه. از مکان x مساوی 0 تا x مساوی با l انتگرال میگیرم. این معادلش میشه ولتاژ v مساوی با 0 تا v مساوی با v d. چون اون وقت dv و رابطه ولتاژ جریان به دست میاد. یه رابطه اینجوری میشه. در انتگرال گیری اون رابطه قبلی. باز خیلی به انتگرال گیری و ایناش کار ندارم ولی تا قبل از اینکه پینچ آف باشه تا قبل از پینچ آف این ولتاژ وی دی مساوی به وی پی نیست چون به خود وی گیت هم ربط داره. به هر حال یه جاییه که ولتاژ گیت منهای ولتاژ درین شده چی؟ وی پی. در واقع وی دی برابر با درست نمیشتم وی دی منهای وی جی بشه وی پی تا از جا وی دی مساوی با وی پی منهای وی گیت به اضافه خود وی گیت منفیه برای همین کم میکن. یعنی بذار وی گیت صفر این توی مثلا ولتاژ پینچ آف میرسه بذار وی گیت های منفی تر زودتر پینچ آف میشه. برای تو این ناحیه رابطه جریان ولتاژ اینجوری و چی؟
بعدش میدونم جریان ثابته، یعنی جریان بعد از پینچاف با جریان لبه پینچاف مساوی قرار. این یه منحنی میشه که اینجا پیکش اینجاست و اینجا دیگه بیمعنی میشه، پینچاف اتفاق میفته. بله مشتقش صفر میشه، فقط مماس میشه به این خط باشی به صفر. یعنی از این مشتق بگیرین مساوی صفر قرار بدین، همین به همین ولتاژ این اینجاست. خیلی میدونم که ولتاژ، حالا این ولتاژ پینچاف رو بسته که چجور تعریف کنم، قد مثبت یا منفی، اینجا با این تعریف که از ولتاژ پینچاف کردم شد این وی گیت من های وی پینچاف. اینجا وی پینچاف خودش منفی بوده، اینجوری شده. حالا اگه قدر مطلق وی میذاشتم این میشد، حالا مهم نیست. قدر مطلق وی پینچاف به اضافه اینه که در واقع میشه وی گیت من های وی پینچاف. و وی پینچاف هم دیدیم که به ولتاژ بیلتین ربط داره، ولتاژ بیلتین به دوپینگ بالک ربط داره، ولتاژ بیلتین آره به دوپینگ بالک ربط داره و این هم به دوپینگ بالک و عرض کانال اولی هم. بعد از اون به ازای وی دی مساوی با وی گیت منهای وی پی اگه رابطه بالایی قرار بدین، به این جریان اینجا میرسیم، به جریان اشباع میرسیم و این فقط تابع ولتاژ گیت دیگه، چون که ولتاژ درین ربط نداره. این لحظه ای هست که اختلاف ولتاژ دو سر دیود اینجا بشه ولتاژ پینچاف. یک سرش وی گیت، یک سرش وی دی. اختلاف دو سر این دیود بشه ولتاژ پینچاف. عرض نهایی تخلیه ها به هم برسه. اینجا رسید. برای متریال ثابت به چی منظورتونه؟ به اینم ربط داره. این اگه کم و زیاد کنم ولتاژ پینچ آف کم و زیاد میشه. این ترمش داره کم و زیاد میشه. خیلی خوب. از کمی این مشکلی هست. کمیش با کیفیش خیلی فرق نداره، چون دوتاش دقیقا یک کار کردیم. حالا بعد جیفه تا اینجوری دقیقا نمیسازن، ولی اگه دقیقا اینجوری بسازن دقیقا همجوری. چجوری بسازن؟ هندسه های مختلف داره، ولی با این هندسه همین شکلیه. بازم دور از این نیست. میبینیم همه فتا همشون این شکلی هست. یک ناحیه لینیر دارن، حالا بهش میگیم، حالا اسمای مختلفی. یه ناحیه سچوریش. همه فتا اینجوریه. حالا مدل های مختلف میذاریم بعد. یکم این چیزی که سوالی که اینا پرسیدن اینجوریه که این یکم با اضافه کردن این وی دی این نقطه یکم میاد جلو. وقتی میاد یکم جلو این شکل این مقاومت هم اندکی عوض میشه، چون شکل مقاومت هم اندکی عوض میشه، مقاومت سیگنال کوچیک هم اندکی تابع ولتاژ درین هست. به این معنی حالا میبینیم. آره اگه بخوام بگم همین تعبیره. چون ادامه اون خطه بود، خطه من سیگنال کوچیک حساب کردم، مقاومت سیگنال کوچیکش داره کم میشه، ولی خب این نقطه یابی کردم دیگه، اینو رفتم بعد اینو رفتم اینجوری میشه. از نقطه یابی کردم. به هر حال اگر میخواست جای شیب منفی داشته باشه باید چی میشد؟ باید مقاومت، یعنی باید مقاومت منفی سیگنال کوچیک منفی می‌داشتن. ما ترانزیستوری داریم که این کارو می‌کنه. توی مدار دیدین که حالا از مقاومت منفی چه استفاده می‌کنن؟ عوض کردن فاز سیگنال. اول اسیلاتور، اولین استفاده از مقاومت منفی می‌کنیم اسیلاتور.
حالا همین ترانزیستور رو اگر با گالیوم آرسناید میساختم، گالیوم آرسناید دیده بودیم که موبیلیتیش میتونست چی بشه؟ تو این رابطه ها تابع موبیلیتیه. موبیلیتیش میتونست یه دفعه از یه مقدار زیادی به مقدار کمی تغییر پیدا کنه. به حسب ولتاژ یا میدان، میدان‌های مختلف. توی یک میدانی میتونست موبیلیتی زیادی داشته، با اضافه شدن میدان یا ولتاژ موبیلیتی کم بشه. به این ترتیب توی ترانزیستور گالیوم آرسناید FET که گالیوم آرسناید بود، میتونستم رابطه جریان ولتاژی داشته باشم که با اضافه شدن ولتاژ جریان این دفعه کم بشه. حالا اینا کاربردهای خاصی داره، ولی این که مداریشه، ولی این که میتونم جریان به حسب ولتاژ منفی بگیرم، میتونم اگر که موبیلیتی، حتی تو این رابطه موبیلیتی تابع ولتاژ بود و به نحوی بود که با افزایش ولتاژ موبیلیتی کم میشه. یک تیکه ای داشتم با شیب منفی، حالا اینکه به چه درد میخوره رو بعدم تو سو ببینیم. یعنی همین میتونستم مقاومت سیگنال کوچیک منفی داشته باشم. فعلا این اتفاق اینجا نمیافته، چون این ترم موبیلیتی ثابت فرض کردم. در واقع موبیلیتی خودش تابع ولتاژه، چون موبیلیتی تابع میدانه. فعلا تو میدانهای کوچیکیم و رابطه ولتاژ بر حسب میدان رو اینجوری فرض کردم. ولتاژ الکترون‌ها یه عدد ثابتیه. توی سیلیکان منفی نمیشه، هیچ وقت اشباع میشه، ولی تو گالیوم آرسناید این شکلی. اگر میدانی که داشتم توش کار میکردم یا فاصله هم یه جور بود که هول و هوش این میبودم، این تعبیرش تو رابطه جریان بر حسب ولتاژ این میشه. حالا یه مقاومت سیگنال کوچیک منفی داشتم و میتونستم یه اسیلاتور مثلا فرکانس جدی. مگه تا حالا مگه شوخی بوده؟ تو آزمایشگاه هم میتونی مقاومت منفی بسازیم، با آپ امپ میسازیم دیگه. اینم هم همونه، فرق نداره. اینم باز نسبت جریان به ولتاژ مثبته، سیگنال کوچیک منفی. یعنی نمیتونید ولتاژ اینوری بدین جریان اونوری بگیرید. این دیگه اون دیگه بیو اون نمیگه چه جدیه شوخی هم نمیدونم. چرا همیشه خیلی خوب. حالا من اومدم با عرض ناحیه تخدیه دو سر پی ان جانکشن عرض کانالم رو عوض کردم. میتونستم همین کار رو با عوض کردن عرض ناحیه تخلیه دو سر اتصال فلز به نیمه هادی انجام بدم. میتونستم من با عرض ناحیه تخلیه این بازی کردم و کانالم عرضش کم و زیاد شد. میتونستم با عرض این بازی کنم با اضافه کردم. حالا به این میگیم جیفت چون جانکشنه، به این میگیم مسفت، متال وست شده به سمی کانتاکت. نه چی؟ آره با ماسفت فرق. همین نقاشی که کشیدم، اگر بالا فلز میذاشتم، از دو کانتکت های بالا پایین همون فلز میشه. حالا برای که واقعی تر بشه، به شکل واقعی که مسفت میسازن نزدیک تر بشه، فرض کنید یه نیمه هادی رو روی یه عایق گذاشتم، الان کانالم اینه. اون قبلیه شکل واقعی نبود به خاطر که یه ترانزیستور روی هوا بود. میتونید بپرسین ترانزیستور کجاست؟ مثلا بالا پایینش گیت پس کرده. خب به هر حال رو هوا بود دیگه. از ولی حالا فرض کن یه بدن سابستریت دارم، حالا این مدارام رو روی این سابستریت عایق ساختم و یک لایه سیلیکانی روش رشد دادم و کریستالی، و حالا اینکه چجوری کریستالی رشد دادیم اینا فعلا کاره، ولی فرض کن یه لایه کریستال منظم سیلیکان دارم روی یک عایق. واقعی بیشتر از این هم استفاده میشه تو همه نودای کامیونیکیشن ماهواره‌ای. فرکانس نزدیک اینا همت مسفت، یه جوری از ماسفت میبینیم بهش میگیم همت. حالا حالا میکشم. بعد اگر این بالا رو یه ناحیه پی تایپ میکردم میشد چی؟ جیفت. ولی هندسش با اون جیفت فرق میکرد، رابطه هاش یکم فرق میکرد در حال. مثلا از یه طرف فرق. یه وری ناحیه تخلیه بزرگ میشد، بعد اگر اینقدر بزرگ میشد که میرسید اینجا دوباره پینچاف میشد. پینچافش ولی دورتره. بسیار من عدد اینو که ننوشتم چقدر. ولی خیلی خوب.
حالا همین فرض کنید یه طرف اون ور سورس میذارم، این ور درین میذارم، باز سورس و درین هم چون معمولا مداراتی که میسازیم مسطحه اتصال سورس و درین فرض کنید اینجا هست، به جایی که بگم اینجا ها، اینجا ها بیمعنیه دیگه. این چون فرض کنید یه تراشه دارم روش 1 میلیارد تا ترانزیستور دارم، دیوار نداره شبیه این، این نقاشی بیام به این دلیل حالا اینجوری کم کم نقاشی همون یکم واقعی تر میشه و سورس اینجاست، اتصال سورس، اتصال درین اینجاست، یه فلز هم گذاشتم به عنوان گیت هم که این شکلی این کار کنم. حالا فرض کنید که پیوند سورس و درین هم یه جوریه که اوهمیه، حالا یه متالی گذاشتم که اوهمیه، ورک فانکشنش چیه؟ اینو یه متالی گذاشتم که عمدن چی بشه؟ شاتکی دیود بشه. اینو میخوام دیود بشه که نایه تخلیه این عوض بشه که بتونه کانالو تنظیم کنه، قطر کانالو. چی؟ پیوند فلز به نیمه هادی میتونه اوهمی باشه، میتونه دیود باشه. این به ورک فانکشن فقط حالا مادم که ثابته، به ورک فانکشن فلزم رابطه. این یه فلزی اختیار کردم که پیوند اینجا اوهمی باشه و اینجا فلزی اختیار کردم که پیوندش شاتکی دیود. نه دیگه ها بذارید، به هر حال یک کاری کردیم که این پیوند اوهمی بشه، حالا یا با n پلاس پی پلاس کنم یا با یه دایه n پلاس این زیرش دوب کردم و بعد فلز رو روش نشوند. آره میخوام شبیه همون باشه دیگه، شبیه همون داستانی که میخوام باش ترانزیستور بسازم، یعنی میخوام جریان از اینجا به اینجا رد بشه و با این کنترل بشه. خیلی خب، باز یه فرضایی برای هندسه این انجام بدیم، مثلا طول کانال باز L، عرضش W. حالا باز به این گیر ندین که L تا اینجاست یا اینجا، خیلی مهم است. باز فرض کنید این ارتفاعش هم A و این شکلیه. اگه تصویر بلکه سه بعدی نکشیم همینجوری ساده تر بخوام از این ور نگاه کنیم، مقطع این وریش یه همچین چیزیه. باز کیفی اگه بخوام بگم این یه نایه تخلیه اینجا درست میکنه، حالا برای ولتاژ های درین صفر فرض کنید، بذاریم نقاشی کشیدم کیفیه، نه بذاریم ولتاژ درین های صفر یه نایه تخلیه اینجا درست میکنه که با اضافه کردن عدد منفی به ولتاژ گیت نایه تخلیه بزرگ و بزرگتر میشه و قطر کانال کم میشه. با اضافه کردن ولتاژ مثبت به درین، ولتاژ این دیودی که اینجا هست، شاتکی دیودی که اینجا هست، منفی تر میشه و عرض نایه تخلیه بزرگ میشه و میتونه اینقدر بزرگ بشه که نایه تخلیهش برسه تا این طرف و پینچاز اتفاق بیفته. دقیقا شبیه هم همون اتفاق که اونجا گفتیم، فقط اون فرض کنید نیمه بالاییه. همون اون پینچاز به اختلاف درین و گیت رفت داره، درین و گیت رفت فقط به این اختلاف. آره. پس چی باعث میشه که شما به چپی بگیم سورس به راست بگیم؟ هیچی، اینجا دقیقا قرینه است، یعنی دقیقا قرینه است، بی جی تی قرینه نیست، یعنی جای کلکتور امیتر نمیتونه بسید، ولی ماسفت توی این نمایش قرینه است. البته بعد میبینید که ماسفت حالا جورهای مختلف میسازن، ولی یک ماسفت اگه در حالت عادیش قرینه است، یعنی هیچ فرقی بین سورس و درین نیست. بعد میبینیم که چی؟ آخه وقتی در واقع یک ماسفتی که از بیرون میخرین، حالا ماسفت توی آی سی کاره، ماسفتی که از بیرون میخرین سر چهارمش به یکی از سرهاش وصل شده و اون وقت سورس و درین دیگه با هم فرق داره، ولی اگر 4 سر ماسفت 4 سر می‌خریدین هیچ فرقی بین سورس و درین نشه. اون سورس و درین الان فلز گذاشتم. آره گفتم، ولی فلزی گذاشتم، حواسم بود فلزی گذاشتم که پیوند اینجا اوهمی باشه. جانکشن فلز به نیمه هادی اینجا دیگه دیود نسازه. فعلا پیوند اوهمیه، این راحت جریان میده، فقط یه کانال اینجا هست، این سبزه. این سبزه قطرش عوض میشه با اضافه و کم کردن ولتاژ درین و گیت. حالا می‌بینیم چی کم. خیلی خوب، حالا دیگه دوباره داستان رو تکرار نمی کنم، یه بار داستان دیدیم، من فقط کمیش رو می نویسم روابطش. می دونیم این دفعه که بسته به ولتاژ گیت و درین، حالا عرض نایه تخلیه اینجا تابع مکانه، چون اینجا یک ولتاژ منفی بزرگتری افتاده دو سرین، ولتاژ اینجا مثبت‌تره و ولتاژ اینجا منفی‌تره به این ترتیب. فرق نمیدونم، مثل اینکه
چون رفرنس پتانسیل یک جاییه، مثل که همه ولتاژای اینو زمین بگیرم دوباره بقیه رو آوردم منفی تکرار، هیچ فرق نمیکنه. یعنی الان فیزیکی مثلا فرق همه شما، من الان دارم نسبت به ولتاژ، وقتی میگم ولتاژ گیت در واقع ولتاژ گیت سورسه، وقتی میگم ولتاژ درین با این فرض که اینجا کردم در واقع ولتاژ درین سورسه. بعد یه جا رو باید مرجع، هر جا که پتانسیل داریم یه نقطه رو باید بگیریم مرجع، فرقی نمیکنه. فرقش با ماسفت، حالا ماسفت رو میبینیم بعد میبینیم فرق داره. ماسفت اینجا گیت یه عایق بینش، بعد یعنی اینجا یک جریان معکوس دیود شاتکی دیود داره، گیت هم اونجا، گیت هم جریان دیسیش صفره، دقیقا صفر. خیلی دوباره به ازای ولتاژ درین های کوچک من میدونم که عرض نایه تخلیه تابع مکان نیست و فقط به ولتاژ گیت رب داره اینقدر، و بعد اون اگر اینقدر زیاد بشه که X دپلیشن با A برابر بشه میشه چی؟ ولتاژ پینچ آف. اینجوری ولتاژ پینچ آف رو به دست میاد. اگر این برابر بشه به این میگم، حالا ولتاژ پینچ آف نمیگیم اینجا چون شبیه ماسفته، بهش میگیم ولتاژ ترشولد، از یه جایی بعد صاف میشه. این فعلا ولتاژ درین هم صفر گفتم. یه جایی میشه که بخوام ببینم کی به ازای چه ولتاژ گیتی به ازای ولتاژ درین صفر، همه جای همه این با هم بسته میشه. اگه ولتاژ درین نداشته باشم همه این با هم میاد پایین، تابع وای نیست دیگه. اکسپریمنت فعلا به ازای اگه وی دی صفره تابع وای نیست، همه با هم بسته میشه، کانال همش با هم بسته میشه به ازای وقتی که ولتاژ گیت وی تی باشه. به ازای همچین ولتاژی کل کانال بسته میشه. این بذاری وی دی صفره. حالا اگه وی دی غیر صفر داشته باشم اکس دپلیشن تابع وایه. حالا فرض میکنم ولتاژ یه هر نقطهش وی وایه، فعلا تابعیتشو نمیدونم، شبیه همون میرم تابعیتش حل کنم. داره میدونم جریانی که از اینجا رد میشه ثابته از همه این مقاطع، یک مقاومت های دیفرانسیلی در نظر میگیرم شبیه همون، و جریان ضرب در مقاومت ولتاژ دیفرانسیلی همون نقطه رو میده. از این ولتاژ ها اگر انتگرال بگم باید ولتاژ هر نقطه کانال همون بده، و میدونم این طرف ولتاژ هم ولتاژ سورسه که صفره، و این طرف ولتاژ هم ولتاژ درینه که ویه دیه. دوباره شبیه هم کاری که کردیم، یه مش المان های دیفرانسیلی مقاومت داریم که رو یا یک روی زیگما ال آو. هیچ جایی نگفتیم در نقطه یه تابع از مکانه. حالا من مبدا مکانم گذاشتم اینجا سمت سورس و انتهای مکانم گذاشتم سمت درین و فاصله فعلا دارم روابط رو برای قبل از پینچ آف شده دارم می‌نویسم. اونجا هم برای قبل از کانال بسته شد. فعلا جای کانال بسته نشد. نه کلا الان کانال بسته نشده. من برای قبل از بسته شدن کانال روابط رو می‌نویسم. نه آخرین لحظه. برای تمام لحظاتی که این شکلیه. برای این شکلی می‌نویسم. یعنی من این معادله اینو به دست میارم، از یه جایی به بعد میگم معادله ام غلطه به این دلیلی که پینچ آف شده، و اون جریانه از روی این به دست میارم. همیشه هم کار میکنه. یعنی فعلا معادله دارم با همین نقاشیه که اینجا کشیدم نوشتم. یعنی ولتاژ گیت و درین هم به شکلیه که پینچ آف اتفاق نیفتاده، نزدیک پینچ آف هم نیستن، هرچند برای نزدیک پینچ آف هم میتونم راحت‌تر بنویسم. خیلی خوب، تا قبلش یه عرضی داره کانالم که به اندازه اکس دپلیشن از ای کم شده، و حالا رویل آمو نوشتیم. دوباره اگر این رابطه اکس دپلیشن از رابطه بالایی جایگذاری کنم، طرف این وسط این کنم، اینو مخرج کس اگه بیارم این طرف، این طرف فقط تابع ولتاژه، اون طرف فقط تابع مکانه. دوباره کافی از دو طرف انتگرال بگیرم از اینجا تا اینجا، از اکس مساوی با صفر تا اکس مساوی با ال، در واقع از وی مساوی با صفر تا وی مساوی با دی. این زیاد این کار میکنیم چون تو ماسفت هم دوباره هم کار میکنیم. یعنی همیشه به یک رابطه میرسم که یک طرفش تابع ولتاژه، یک طرفش تابع مکان. اگه مستقل بتونم بکنم اینا رو، حالا میتونم ازش انتگرال بگم.
اگه مستقل بکنیم و انتگرال بگیریم، حالا جریان بحث ولتاژ شبیه همون چیزی که اونجا بود به دست میاد. اینجا هم فکر کنم بازه از اینجاست، از این انتگرال میگیرم از اینجا تا اینجا، چون متغیرم دیوایه میشه از صفر تا ال. بعد اینم که تو این ضرب کنم انتگرال میگیرم از اینجا تا اینجا، چون متغیرم ولتاژه میشه از صفر تا ولتاژ درین. اون رابطه هم احتمالاً باید وی تی باشه، چون اینجا نمیشتم وی تی. نه درسته، این میشه ولتاژ بیلتین ام اس جانکشن هم منهای ولتاژ پینچ آف. میگم پینچ آف این شده وی تی مساوی با وی آی منهای وی پی. حالا وی پی چیزی که تو اسلاید بعد نوشتم، وی پی اینه، با اون وی تی که اونجا تعریف کردم بنزه یه وی بیلتین فرق داره. و بر حسب حالا وی پی و ولتاژ گیت و بقیه پارامترها اینجوریه، تو لحظه پینچ آف میدونم اتفاقی میفته که این دقیقا میرسه اینجا و از این به بعد شیب خط هم صفر میشه. یعنی تو لحظه‌ای که اختلاف ولتاژ درین و ولتاژ گیت برابر با همین ولتاژ وی تی باشه که اونجا نوشتم، یا وی پی منهای وی آی بشه، این اتفاق میفته. و به ازای این میتونیم بذاریم تو رابطه بالایی، به ازای وی دی مساوی وی دی 100 بذاریم تو رابطه بالایی، آی دی 100 به دست میاد، یا آی دی فقط کتاب ولتاژ گیت دیگه، تابع ولتاژ درین نیست، ثابت میشه. و حالا احتمالاً بیشتر باز مقاومت سیگنال کوچیک رابطه بالایی رو باش کار کردین که دیدین با ولتاژ پینچ آف و ولتاژ گیت نسبت اینجوری. ولی حالا اگه رابطه ولتاژ جریان داشته باشم، حالا میتونم براش مدل سیگنال کوچیک استخراج کنم، همه این کارهایی که قبلا میکردیم. سوال نیست؟ باز میگم تأکیدم از اینا این قسمت کمی معادلات نبود، یعنی کمیش چندانم مهم نیست، کیفیش فقط این که قبول کنیم که با یک میدان عمودی چجوری میشه جریان افقی رو کنترل کرد. به هر حال من یه کانالی درست کردم که حالا شکل کانالم یا فیزیک کانالم رو تونستم با یک میدان عمودی کنترل کنم و مقاومت کانال در واقع عوض شد. خیلی خوب، حالا میرسیم به قسمت عمده درس. حالا اگه تا اینجای درس هم گوش ندادین، مهمه که برای زندگی خودتون مهمه که قسمت بعدی درس رو گوش بدین. نه بی جی تی ترانسفر هم داریم، ولی بنا به دلایلی چون همیشه اون جلسه‌های آخر چیز میشه، بی جی تی رو آخر درس میدیم، یعنی اول ماسفت رو درس میدن بعد به هم بیان بشید. سه تا. اول خازن ام آی اس رو میگم، یه اسلاید خودش دار، بعد ترانزیستور، بعد بی جی تی. خب دلیلی که میگم این مهمه به این دلیله که در طول سال حدوداً 10 به توان 18 یا 19 تا از اینا ساخته میشه. 10 به توان 18 یا 19 یه عدد خیلی خیلی بزرگه، بعد میتونید با همه عددهای بزرگی که دنیا هست مقایسه کنید و ببینید. از تعداد مورچه‌های رو کره زمین فکر کنم 10 به توان 14 15 است. حالا یه دفعه شما ولی این تقریبا از محصولات دست بشر هیچ چیزی نزدیک به این عدد هم نمیشه. تعداد دونه‌های برنجی که در یک سال تولید میشه، حالا 1 میلیارد جمعیت چین برنج زیاد می‌خورن، عدد خیلی بزرگیه، حدوداً هولوش همونه، از یک دهم تعداد مورچه‌های رو کره زمین تقریبا تعداد مورچه‌ها، یعنی هیچ چیزی رو کره زمین ساخته نمیشه به این تعداد. به همین دلیل میگم مهمه، یعنی هیچ چیز دیگه از مهندسی برق بلد نباشیم باید بدونیم ترانزیستور ماسفت چجوری کار می‌کنه. به نظر مالیش برای کی؟ برای که تو جمهوری مغازه داره. آره برای سامسونگی که میسازه نه چند بار، یعنی مگه جای کارخونه مثلا
سامسونگ بودم تعطیل می‌کردم میرم مغازه‌های جمهوری رو می‌خریدم. درآمدش بهتره. ولی آره برای افراد مختلف در جاهای مختلف دنیا. خیلی خوب. قلب ترانزیستور ماسفت یک خازن ام او اس که حالا قبل از اینکه ماسفت رو درک کنیم باید این خازن که ظاهرا چیز ساده ایه چند جلسه طول میکشه که من خازن ام او اس رو درس بدم، یعنی بفهمید طبیعت اتصال یک فلز، اتصال فلز به نیمه هادی، به ببخشید فلز اکسید نیمه هادی چجور عمل میکنه. خازن هایی که دیدین فلز اکسید فلز بوده، به همین ترتیب همه بار می اومده لبه فلز جمع شده و رابطه خازن رو می نوشتیم. اینجا یه تفاوتی داره و چند جلسه طول میکشه که این تفاوت رو درک کنیم که فلز اکسید نیمه هادی چجوری عمل میکنه. بعضی جا داریم بعضی جا نداریم، بس فعلا فقط اون این من زوم کردم، اگر هم پایین داشته باشیم فعلا تو فیزیک خازنی که اینجا دارم خیلی تغییر ایجاد نمی‌کنه. به صورت تاریخی فلزاتی که استفاده می‌شده آلومینیوم بود، بعد مس. آلومینیوم حالا چون با فرایند پروسس ساخت خیلی سازگار بوده، بعد مس استفاده شد. الان تو این هوم ورکی که این دفعه می‌بینید حداقل گفتم بررسی کنید چرا موادی که اسمشون سیلیسایده بیشتر استفاده میشه تو نیمه هادی، تو نیمه هادی ها یا ترکیباتی که حالا بهشون میگیم پالی سیلیکان. سیلیکان رو اگر خیلی خیلی دوپش کنین و دیگه ساختار منظم کریستالیش هم لازم نیست حفظ کنه، یعنی پالی کریستالی میشه از سیلیکان خیلی دوپ شده، میتونه شبیه فلز عمل کنه. چون خیلی دوپش کردم کاندکتیویتیش خیلی رفته بالا، رزیستیویتیش اومده پایین، میتونه نزدیک بشه به فلزات. و حالا پالیش خیلی مهم میشه چرا پالیه، این میتونه رزیستیویتی تا حد 0.1 میلی اوم سانتی متر داشته باشه که حالا عدد بدی نیست، یعنی تقریبا رسانای خوبیه. اکسیدی که استفاده میشه اکسید سیلیکانه، به این دلیل که خیلی راحت شما اگه یه سیلیکانو گرمش کنین و در معرض اکسید قرارش بدین یه لایه اکسید روش تشکیل میشه به همین سادگی. یکی از بهترین عایق‌هایی که تو دنیا داریم. و دلیلی که شاید کتابای 30-40 سال پیش رو نگاه کنین انتظارش این بوده که تکنولوژی که جلو میره بریم سراغ یک ماده‌ای که موبیلیتیش زیاد باشه، گالیوم آرسنید. این اتفاق نیفتاد به دلیل اینکه اگه گالیوم آرسنید می‌خواستن مثلا CPUی با گالیوم آرسنید بسازن قیمتش 10-100 برابر بیشتر میشد، به همین دلیل مشتری نداشت. این اتفاق نیفتاد و یکی از دلایلی که اتفاق نیفتاد همین اکسید سیلیکانه که خیلی ارزون و ساده یه اکسید خیلی خوب روی سیلیکان ساخته میشه. و نیمه هادی که غالب بوده تا امروز هم بوده سیلیکانه. باز میگم انتظارات مثلا 30-40 سال پیش این بوده که دنیای سیلیکان خیلی زودتر تموم بشه. حالا میبینیم فرایند ساخت رو چندان نمیبینیم ولی آره، یعنی فرض کنید از یک شمش سیلیکان شروع میکنن، جاهایی رو اکسیدایز میکنن، جاهایی رو نمیکنن، جاهایی رو دوپ میکنن، جاهایی رو نمیکنن، بعد کانتکت میکنن، حالا فلز یه جایی میذارن، ولی شروعش با یک شمش سیلیکانی همیشه. چی؟ حالا خود شمشه میتونه، شمشا معمولا اینترینزیک نیست، یعنی به شمش پی تایپ یا ان تایپ بلا فرق. خیلی این حالا این خازن یا این کلمه ام او اس از اول این فلز اکسید و نیمه هادی اومده. باز سیلیکان هم به دلیل اینکه سیلیکان خاکه و خاک هم زیاده باز منبع تمام نشدنی. و به این ترتیب تونسته از خیلی سال پیش، از دهه 70 میلادی تا امروز تقریبا رشد نمایی پیدا کنه و رشد هر 18 ماه تعداد
اتفاقات هرچی، مثلا ترانزیستوری که ساخته میشه دو برابر میشه و به همین دلیل تا امروز رسیدیم به همین عدد 10 به توان 18 19 که عدد خیلی بزرگی. تعداد ترانزیستوری که تو همین اتاقه اگه حدس بزنید عددش خب اینا تو هر کدوم از اینا تو گوشیاتون مثلا تو سی پی او این فقط 1 میلیارد تا ترانزیستور هست، میتونید تو پراپرتی بگیرید و دیویست میلیمتر مربع، یعنی طول کانال هر کدوم حدودا 22 نانومتر میتونید حساب کنید که اینقدر تو این جا میشه. سی پی او این فقط نه سی پی او که میخرین پکیجش اینقدره. خب پکیج یه چیزی دیدین اگه پکیج دید. ولی دایش بقیهش مثلا سیم وصل کردن اونجایی که سیلیکون روشه یه چیز اینقدیه که بعدا مثلا با سیم وصل کردن به پکیج این برای که بتونه سر بشه. خود دایش 200 میلی متر مربع، یعنی همه مواصلات 200 میلی متر مربع توی این 200 حالا اگه بخوام بگم عجیب ترین چیز این نیست، عجیب ترین چیز اینه که توی این 200 میلی متر مربع حدوداً اگه روش مطلب ران کنی یا فیفا بازی کنی بودن 100 وات توان تلف میکنه. یعنی چگالی توانی که تلف میکنه در واحد 100 از 100 خورشید بیشتر. بعد این سرد کردن این اصلا مشکلیه که مشکلات عمده اتوان سر تاکی که اومده بودیم پیس تاک چیز یکی از ریسرچ های بزرگ اینه که چجوری یه همچین توانی در یه نقطه تولید میشه رو بشه سرد کرد بشه کول در سطح خورشید بیشتر. میتونید انرژی خورشید حساب کنید تقسیم به 100 کنید. از این که 100 وات هم که دارین تقسیم به این 100 کنید بزرگتر. چیز عجیبی نیست. بلکه سردش میکنید. شما توی همین لپتاپی که اینجا دارم شبیه رادیاتور یه مایعی در حرکته. توی سی پی یو نه، توی لپتاپ که میره نزدیک این گرما رو میاره این کناره که حالا فنش مثلا دست بزنید داغ میشه. و برین ساعت کنید دستتون درد نکنید الان دو روز دیگه تابستون میشه شما در این 200 میلی متر مربع رو سرد میکنید تازه خودتون رو بدبخت میکنید. آره دقیقاً یه رادیاتوری داره خنک میکنه. حالا این توی دسکتاپ با هیت سینک انجام میشه هنوز، یعنی هیت سینک همجوری با کانوکشن هوا، ولی اینجا چون جریان نمیتونه هوا نمیتونه جریان داشته باشه دقیقاً یه رادیاتور داره. خیلی خوب از رنج از یه نقطه هولوش دمای اتاق تا نقاطی که خیلی گرم میشه بودن میتونه تا 100 درجه بالاتر از دمای اتاق هم بره. خیلی خب حالا تصویرمون اگه واقعی تر بخوایم بگیم یه همچین شکلیه، یه بالک سیلیکان دارم که حالا فعلا ضخامتش میتونه خیلی خیلی بزرگتر از بقیه ابعاد باشه، یه لایه اکسید دارم که خیلی نازکه تو تکنولوژی امروز چند نانومتر اکسیدم و یه گیتی دارم. حالا بعداً می‌بینیم که از مشخصات مهم ترانزیستور اینه که این گیت چقدر کنترل داشته باشه روی بالک. به این معنی توی یک ولتاژ ثابت اینجا چه میدانی داشته باشه این کنترل تعیین می‌کنه، یعنی میدان عمودی داره جریان افقی کنترل. این به چی ربط داره؟ به این خازنی که این دایرکتریک هم داره، خازن دایرکتریکی هم به اپسیلون نسبیش ربط داره و ضخامتش در واحد صد، یعنی مساحت تصویر از بالا اگه ثابت باشه تصویر از بالا تکنولوژی تعیین کرده. مثلا تو این پراپرتی لپتاپتون ببینید مثلا نوشته تکنولوژی 22 نانومتر، یعنی مثلا این فاصله 22 نانومتر، عرضش هم 22 نانومتر در واحد صد. اگر اینو نخوام عوض کنم این که خازن اینجا تا اینجا چقدره یا کنترل گیت روی کانال چقدره به ضخامت این ربط داره. حالا به صورت تاریخی SiO2 استفاده می‌شده که اپسیلون آرش حدود 4 و اگر می‌خواستیم کنترل خوبی می‌داشتیم باید این ضخامت اکسید اینقدر کم می‌شد که مثلا می‌شد یک لایه اکسید و این یک لایه اکسید حداقل یک بار دیدین که
خوبی این خازن که اینکه جریان عبور نمیده یا جریان گیت صفره، اگر اینجا یک لایه اتم بود جریان تالنینگ خیلی بزرگی داشتن دیگه، هم خوبی ماسفت هم به تبدیل بدیش میشد. بعد که این اتفاق نیفته الان امروزه دیگه، امروزه که نه، از حدوداً 20 سال پیش اکسید 15-20 سال پیش اکسید سیلیکان استفاده نمیشه، یک ماده های کی دایلکتریک استفاده میشه. دایلکتریک استفاده میشه که کیش بزرگ باشه یا اپسیلون آرش بزرگ باشه، اون وقت میتونم همون مقدار کنترل رو تو ضخامت های بزرگتر بگیرم، ضخامت های بیشتر، چون خازن اپسیلون اکسید به این نسبت داره، همون مقدار که اپسیلون نسبی رو بتونم ببرم بالا، به همون مقدار میتونم ضخامت اکسید ببرم بالا و خازن واحد طول ثابت نگه دارم. زخامت بره بالا کنترل بدتری دارم، ولی دارم میگم اگر مثلا خازن مثلا n پیکوفاراد میخواستم با اکسید سیلیکان مجبور بودم اینو بذارم مثلا نیم نانومتر، اگر اپسیلون نسبی رو 10 برابر کنم حالا میتونم همون کنترل تو زخامت 10 برابر اکسید بگیرم و به این دلیل دیگه تانلینگ نداریم، مشکل تانلینگ حل میشه و حالا مثلا به جای نیم نانومتر اکسید ضخامت اکسید 5 نانومتر میتونم بسازم. نسبت به حجم کوچیک کنیم، حجم کوچیک نمیده، این که این کوچک کردن تو این مقیاسه، تو این مقیاسه، یعنی تو این نیست، ولی برای که کنترل از دست ندم وقتی اینوری کنترل اینوری اسکیل میکنم اینوری هم مجبور میشم، میبینید بعدا باید هنوز ترانزیستور نگیریم، مجبور میشیم که کنترل گیت روی کانال رو حفظ کنیم. شما اگه اینوری هی کوچیک کنین اون وقت اختیار این کانالو به جایی که دست گیت بدین میدین دست سورس درین، این سورس درین وقت نزدیک میشن، هی نزدیک و نزدیکتر میشن و کنترل ولتاژ اینجا به جای دست گیت باشه دست سورس. برای اینکه بتونم دست گیت کنترلش دست گیت بدم اینو هی باید کم و کمتر کنم که این نقطه بچسبه به گیت، نزدیکتر باشه به گیت تا سورس درین. حالا معمولا فرض کنید مسیر مقاومتی داریم، اینجا مسیر مقاومتی نداریم، ولتاژ و مسیرهای خازنی تعیین میکنه. فقط همین، اینجا یه خازنی با گیت داره، حالا بعداً دو تا پایه دیگه اضافه می‌کنم به درین و سورس هم خازن داره، بعد خازنش به گیت به مراتب از خازنش به سورس و درین بزرگتر باشه تا ولتاژ این نقطه رو گیت تعیین کنه نه سورس و درین. ولی حرف بعده، ولی بعداً اینو می‌بینیم که چرا به این دلیله، ولی به این دلیل از اون اکسید سیلیکانی که این همه ازش تعریف کردیم مجبوریم دست بکشیم. امروزه باز یکی از ریسرچ هایی که این که گفتم سرد کردن، یه ریسرچی که تو مثلا دانشکده مکانیکای همه جا میکنن، یه ریسرچ دیگه که تو مثلا دانشکده متالوژی همه جا میکنن، که یک دایلکتریک خوبی پیدا کنن که اپسیلون آرش بزرگ باشه. بعدم میبینیم یک جای دیگه تراشه ما لازم داریم یه دایلکتریکی پیدا کنیم که اپسیلونش خیلی کم باشه بین سیم ها، وقتی لایه های متال استفاده میکنم مثلا 14 لایه متال، بینش هر چی اپسیلون کمتر باشه خازن کمتری داره، هر چی خازن کمتر باشه ثابت زمانی کمتری داره، شارژ شدن سیم ها. ولی فعلا توی گیت دنبال یه ماده ای هستم که اپسیلون آرش تا جایی که میتونم بزرگ باشه، اینو بعداً میبینیم چیه، ولی فعلا مسیری که تکنولوژی طی کرده فرض کنین اینجوریه، یه های کیل دایلکتریکی دارم که ضخامتش دوربر چند نانومتره و یه متالی روش نشوندم که حالا این متال ضخیمه. حالا تصویر واقعی ترانزیستورم یه چند تا میارم ببینید که واقعا چه شکلیه، خیلی شکل این نقاشی هایی که ما میکشیم نیست ولی دورم نیست. حالا اگر از ماده از این بالک یا بدنه پی تایپ شروع کنم، این نیمه هادی که اینجا داریم پی تایپ باشه، باش ترانزیستوری میسازیم که بهش میگیم انماس، بعدا میبینیم چرا، و ترانزیستوری که باش ساخته میشه بهش میگیم انماس، و بعد اگر این بالک ان تایپ باشه ترانزیستوری میسازیم که بهش میگیم پی ماس، یعنی یه کانالی تشکیل میشه که خود کاناله بیشتر حفرا جریان میدن، اینجا یه کانالی تشکیل میشه که بیشتر الکترون ها جریان منتقل میکنن، و اسم سی ماس هم مدارهای اولیه مداری بود داشتیم که فقط توش ترانزیستور انماس بوده، و داشتیم مدارهایی که فقط توش ترانزیستور پیماس بوده، از همون نسلهای اول به اینجا رسیدن که ترکیب اینا قدرت زیادی بهشون میده، یعنی مداری داشته باشیم که هم توش ترانزیستور انماس داشته باشیم هم پیماس، به این بهش میگیم تکنولوژی کامپلیمنتری ماسفت که هم ان توش داره هم پی، تکنولوژی سی ماس میشه اینجور. و
باز عددهایی که لازم حفظ داشته باشین که خیلی به کارتون میاد اینه که اپسیلون نسبی سیلیکان یه چیز نزدیک 12 است و اپسیلون آر دایلکتریک این وسط اگر اکسید سیلیکان باشه چیزی نزدیک 4. این دو تا عدد 12 و 4 خاطرتون باشه و عددهای مهمی هست. یه چند تا تعریف اضافه میکنم به تعریف هایی که دیدیم. ماده پی تایپ ها قبلا دیدیم ماده بود که تراز فرمیش زیر ای آی هست یا میانه بانده یا نزدیکتر به ای وی، و ماده ان تایپ دیدیم که تراز فرمیش نزدیکتر به ای سی یا بالای ای آی میانه بانده ممنوعش. به اختلاف ای آی و ای اف بهش میگم فی اف. اینجا ولتاژ هایی که بیرون مدار هستن و معمولا با وی نشون میدیم، وی آی که استفاده کنیم، ولتاژ هایی که تو هستن، توی ماده هستن با مفهوم انرژی و اینا رو دارن معمولا با فی نشون میدیم. حالا این فی اف چون موقعیت تراز فرمی رو نشون میکنه بهش میگم فی اف. این حالا فی اف دیمانسیون ولتاژ داره، چون کیو فی اف دیمانسیون انرژی رو داره. حالا اگه اونا الکترون ولت باشن اینا هم دقیقاً همون عدد بر حسب ولت میشه. و اختلاف ای آی تا ای اف رو میگیم. بعد این ای آی هم یه تاکید میکنم یه اندیس بالک داره، بعدن میبینیم که ای آی تراز فرمی اینجا لزوماً با تراز فرمی اینجا یکی نیست، چون بعد فلزی که میذارم ولتاژ اعمال میکنم اینجا میدان ایجاد میشه، و چون میدان ایجاد میشه پتانسیل اینجا با اینجا یکی نیست. به همین دلیل تاکید میکنم اون فی افی که نوشتیم ای آی به اندازه کافی دور از جانکشنه، و اگه بنزه کافی دور بشه از جانکشن مثل که جانکشن نیست، و فعلا برای بالک قبل از اینکه اصلا هیچ ماده‌ای بهش وصل بشه، اکسید و متالی بهش وصل بشه، به این وضعیت میگم فی اف، فی اف یا پتانسیال فی اف بالک. حالا با این نقاشی که اینجا کشیدم به این ترتیب فی اف اینجا چیه؟ عددی است مثبت، مثلا زیر یک و یک دهم تقسیم به دو حتما، و یک چیزی بین این تا مثلا نیم ولت، و یه عدد مثبت، و به میزان دوپنت های اتم های دهنده الکترو اکسپتور هایی که اضافه کردم ربط داره. و اینجا فی اف باز با این تعریف عدد منفیه، ای آی من های ای اف منفی میشه، و دوباره به تعداد اتم های دونری که در واحد حجم اضافه کردم ربط. SiO2 نه، اپسیلون آر نه، اپسیلون هرچی بیشتر بشه دیالکتریک نارسانه‌تر میشه. خب یکی دیالکتریکه، یکی سمی نیمه هادیه ربطی. خب بعد حالا چی؟ اپسیلون چی گفتی؟ خب نه، به سرعت انتشار موج نور تو محیط ربط داره. حالا چون مگنتیک نیستن موادمون، مغناطیسی نیستن، تقریبا سرعت نه سرعت انتشار موج میشه این سرعت انتشار نور تو ماده. یه چیزی که حداقل میشه اندازه گرفت و دقیقا به دست آورد اینجوری به اپسیلون آر رفت. نه یعنی دقیق دایلکتریک تر نه معنی نداره آخه. دو تا عایق اگه بودن باز میشد یه حرفی بزنیم راجبه، مثلا بگیم اون که دایلکتریکش بزرگتره نور توش سرعت کمتری اگر بوده، ولی یکی عایقه یکی نیمه هادیه. اپسیلون یه نیمه هادی رو دارم با اپسیلون نمیشه به این، یعنی این حس رو نمیشه داشت نسبت بشه. و چیزی که میدونم اینه که توی روابط اگه تو حجم این مواد باری داشته باشم دل دو فی مساوی با رو تقسیم به اپسیلونه، این همین اپسیلونیه که اینجا تو معادلات ماکسول میاد. تنها حسی که میدونم داشته باشم خیلی خوب. حالا ما
فلز رو دیدیم. فلز تنها با یک سطح فرمی مشخص میشد. چون سطح فرمیش هم تو میانه باند بود، فعلا به چیز دیگه توی فلز نداشتیم. یه سطح فرمی داشتیم که زیر این معمولا پر الکترون بود، بالاش کم الکترون. یه تابع توزیع فرمی دراک داشتم. ولی یه مفهوم دیگه هم برای فلز داشتیم، ورک فانکشن. ورک فانکشن فلز داشتیم که میزان انرژی که لازم بود یه الکترون از ماده بکنیم تبدیل به مینیمم انرژی که لازم بود الکترون آزاد تبدیل بشه. برای سیلیکان هم حالا چه ان تایپ باشه چه پی تایپ، ببینید که اینجا کشیدم پی تایپ. فرض کنید برای این یه فی ورک فانکشن تعریف می‌کردم که اختلاف جمع، در واقع اختلاف ای اف و ای سی بود به اضافه یک چیزی که بهش می‌گفتم الکترون افینیتی. ببینیم اینا رو تو اتصال فلز به نیمه هادی دیدیم، یعنی قبلا این دوتا رو به هم وصل کردیم و دیدیم تو چه اتفاق میفته. با این نقاشی که اینجا کشیدم اینا رو به هم وصل کنم چه اتفاق میفته؟ هیچ اتفاق نمیفته. یعنی نقاشی یه جور سعی کردم اینا روبروی هم باشن، نه باری رو سطح فلز جمع میشه نه ناحیه تخلیه یا ناحیه اینورژن اونجا، هیچ اتفاق نمیفته. یعنی نیمه هادی درک نمیکنه که اونور فلزه و فلز هم درک نمیکنه اینور نیمه هادی. تو جانکشن هیچ اتفاق نمیفته چون اتفاقی افتاده، اتفاق خاصی افتاده که سطح انرژی اونجا یه ربطی به سطح انرژی اونجا داشته و ندیده، هیچ چیز ندیده. چی؟ ولتاژ بذاریم آره، ولی فعلا هیچ انتقال الکترون حفره‌ای در هیچی ذره انجام نمیشه چون تو تعادل گرمایی قبل از اینکه به هم وصل بشن بودن. این تراز فرمی این روبروی تراز فرمی اون بود. نه الان عایقم ندارم. من میگم اگه همین فلزو با این ورک فانکشن فرض کنم به اون نیمه هادی توی محل اتصال هیچ اتفاق نمیفته. آره آره گفتم چی؟ آره فرض کنم فرضی نیست. من فلزم هم مشخص باشه میتونم اونور یه دوپینگ اختیار کنم که تراز فرمی صاف تراز فرمی میشه. اتفاق عجیبی نیست، میشه فرض کنید تیون کردم این اتفاق بیفته. ولی میشه الان ماده‌ای داشت که در محل اتصال هیچ میدانی نباشه. فلز می‌نیم هادی. حالا با این نقاشی که اینجا کشید. حالا من الان همین اسلاید رو تموم کنم دیگه دست. یه ماده دیگه داریم به اسم اکسید سیلیکان. این اکسید سیلیکان حالا خیلی بی ربط به این نیمه هادیمون اینجا نیست. به هر حال یه باند کانداکشن داره، یه باند ولنس داره. ولی مفهوم تراز فرمی براش بی‌معنیه. چرا؟ مثلا اکسید چیه؟ اکسید همین فرض کنید همین اینه که یه گپش خیلی زیاده. نه تراز فرمی اینجا باشه یا اینجا باشه فرق داره؟ چون این تابع فرمی دیراک به صورت نمایی کم میشه و اینجا تقریبا تعداد الکترون ها لحاظ ریاضی چه فیزیکی صفره، اونورم همه این بانده پره. یعنی مفهوم عایق هم همینه که باند ظرفیتش کاملا پره، باند هدایتش کاملا خالیه. حالا شما بگین تراز فرمی اینجاست یا اینجا یا اینجا، هیچ فرقی توی فیزیک تعداد شمارش الکترون حفرا نمیکنه. و ما اصلا تراز فرمی رو از روی شمارش تعداد الکترون حفرا گفتیم تو نیمه هادی کجاست و به این دلیل بی‌معنیه. پس برای نیمه هادی هم برای اکسید یه تراز کانداکشن و ولنس دارم که فاصله خیلی بزرگی داره. حالا اکسید سیلیکان عایق خوب عایقی که این فاصله بزرگ باشه. برای اکسید سیلیکان یه چیزی حدود 9 الکترون ولته و عایق خیلی خوبیه به این دلیل. و الکترون افینیتی هم یه چیزی نزدیک 1 الکترون ولته. حالا بعد جلسه بعد می‌بینیم که این ستار اگه به هم وصل کنیم چه اتفاق میفته. خب خب از جای نیومده، دیدن که هر سال اینجوری میشه. مثلا کلاک سی پی یو دو برابر میشد اولا، الان که نمیشه. نه حدس نزده ایشون. مور رئیس خود اینتل بوده، بعد نشسته با مثلا دیده که فروشش دو برابر میشه، هی اومده ضربه تقسیم کنه، درآمدش هم دو برابر میشه، تعداد ترانزیستور هم دو برابر شده، یه پیپر داده گفته ما خیلی خوبه. آره یه مقاله نوشته که یعنی اینو قانون اقتصادیه، قانون فیزیکی نیست، چون نیاز بازار اینجوریه که میطلبه. شما هر دفعه مثلا
چرا آیپد میدی بعد فلان بدی بعد دوباره بدی اونو بندازی دور یه چیز دیگه بخری و این تا حالا همجوری بوده رشد نمایی داشته الان هم اینجوریه ولی مسیرش عوض شده مثلا تا اوایل 90 از 70 تا 90 دقیقاً با اسکیل کردن فرکانس کاری دو برابر میشد و فرکانس داری دو برابر میشد همینجوری میومد تا یه نقطه از یه نقطه دیگه فرکانس چون توانی که تلف میشه دقیقاً با فرکانس نسبت مستقیم داره شما دیگه نمیتونی سردش کنی یعنی خورشیدو میتونی سرد کنی ولی برای همین رفتن مثلا ایده باز AMD بود که بعد اینتل استفاده میکنه دو تا کور استفاده کرد مثلا پارالل کرد به جایی که کلاکو دو برابر کنه تعداد کورا رو زیاد کرد و حالا از یه سالی به بعد حالا هی میبینیم 8 هسته‌ای 16 هسته‌ای هی میبینیم باز اون هم احتمالا یه جایی تموم میشه یعنی پارالل کردن همینجوری نیست که با پارالل کردن دقیقا دو برابر بگیریم یه اوورهد سافتوری داره و این تعداد اگه خیلی زیاد بشه باز یه جایی گین چندانی نداره حالا اینکه چه اتفاق بعد میفته دیگه نه شما هم اگه صاحب اینتل بودی لازم نداشتی فیفه بدید لطف کرده فیفه تده